Расман, муҳориба дар вазни 57 кг байни ситораи нави UFC Муҳаммад Мокаев бо рекорди 9-0 ва дебютанти UFC Джафел Филхо бо рекорди 14-2 рӯзи 18 март дар турнир UFC 286 дар Лондон. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешрави канали мо лайк ро зер карда 3-4 калима комментарий нависен. Мо бошан наворо оғоз мекунем. دوستان برای شما بهترین خبر اکنون شما میتونید از شرکت شفافرما همه نمود داروهای گیاهی را با نرخ ارزان و صفت عالی دسترس کنید. داروها برای خراب و فربشوی، درد دل، درد معده، پاستاها برای خنک زدگی، برای قوی کردن مردانگی، برای شخصانی که فرزند یافتن نمیتونند. روغن اوسما، خلبا، روغن سیاهدانه برای همه دردها، شامپون های گیاهی، خودی حاضر، با نمبر های در روی اکران بده زنگ زده داروهای درکاری خود را با نرخ ارزان دسترس کنین و حتما از نام کانال پهلوان گپ زنین. همین گونه شما هم داروهای درکاری خود را دسترس میکنین و هم کانال ما را دستگیری میکنین. چمپیون UFC در وزن نیم میانه لیون ادواردز گفت که حمزه چیمایف در روی خط رقیبان او به قید گرفته شده است. چیمایف جنگوار خوب است، اما من راضی نیستم که گویا که او را شکست داده نمیشود. چی گونه که او را UFC معرفی میکنند؟ او جنگوار سخت است، اما همه وقت هست روحایی که این گونه شخصان را شکست داده میشود. انا برای چی حاضر ما 11 غلبه پای در هم دارم. او نیز در روی خط من است و ما او را از پیش روی خود نیست کردن میخواهم. برای همه بگذار که حمزه نشان دهد که وزن نیم میانه را کرده میتواند. او باید که در اول با کولبی کووینگتون جنگه یا اینکه یکان جنگوار توپی دیگر و بعد ما گپ میزنیم، گفته است ادواردز. خاطر رسان میکنیم که لیون ادواردز محوریبای نوبتی خود رو زدی کمر و اوزمن روز 18 مرد در لندن در تورنیر UFC 286 میگذارونه و این محوریبا سیوم محوریبای آنها خواهد شد. انا اویدی چیمایف باشه، باز شبی گذاشته پریزیدنت UFC دانا وایت چونین سخنها گفت. ما اویدی محوریبای نوبتی حمزت کار کرده استوده ایم. این زمان ما این سوال رو با او حل کرده استوده ایم. خودی حاضر ما اویدی او یگان چیز گفته نمیتونم. ما باید این کار رو حل کنیم، گفته است وایت. دوستان، فکر میکنیم که از سخنهای وایت معلوم است که آنها با حمزت مصلحت کرده و با یک خلاصه عنیق آمده نتوانسته استودند. اولین رقیب نورالله علیف در یوسی رافائل آلویز آمادگی های خود رو برای محوریبه زدی ورزگار تاجیک نشان داد و باید قید کرد که او در فرم خیلی خوب قرار داره و گفته می شود که ما و شما رو محوریبه درخشان انتظار است. و دوستان، وقتی که رقیب با فرم خوب به محوریبه می براید، پس غلبه باز هم شیرین تر می شود، چون که هر یک جنگواری که به یوسی می روند آنها به مقصدی با بهترین ها در جهان قوازمایی کردن می روند. از همین سبب چی قدر که رقیب تو سخت است، همون قدر سطح تو بلند می شود، همون قدر باوری تو زیاد می شود و غلبه تو باز هم شیرین تر می شود. برای همین ما با نورالله موفقیت آرزومندیم. رقیب او در حقیقت جنگواری سخت است و غلبه زیدی چنین رقیب سطح نورالله را به همگان نشان می دهد و او میتونه که با این غلبه خود در یوسی اعلان کلان کند. خاطر رسان میکنم که محوریبه روز 25 فوریه در تورنیر یوسی فایت نایت برگزار میگردد که محوریبه اساسی این تورنیر محوریبه ریتینگی در وزن نیم وزن بین نیکیتا کریلوف و رایان سپان خواهد شد. پریزیدنت یوسی دانا وایت سبب از یوسی رفتن فرانسیس نگانو را گفت. خودی حاضر برای او کنکورنسیا کمتر میشود، اما برزم این با او پولی زیاد پیشنهاد میکنن. ما فکر میکنیم که او ریسکاوت کردن نخوز، چون که او مجبور میشد که زیدی بهترین جنگوار در همه زمان جان جونز برایه. لیکن ما او رو میفهمم و این کاری بد نیست، اما ما دیگر گونه کار میکنیم، گفته است وایت. یعنی دوستان، عادی کرده گویم پس دانا وایت گفتنی است که فرانسیس نگانو از جان جونز ترسید، برای همین از یوسی رفت. اما دوستان، ما با این سخنهای وایت راضی نمیشم و فکر میکنم که این زمان فرانسیس نگانو بهترین جنگوار وزن وزنی در جهان است. این زمان هیچ کس به او محوریبه کنکورنتی داده نمیتونه. شما چی فکر دارین دوستان؟ میتونین فکرتون را نویسین. در کانال ما حتما ابونه شوین تا بازدید خانواده سربلند باشین.